وقت همه شما به خیر باشه. امروز شنبه 26 مرداد ماه 1398 خورشیدی، من داری شهریم در سالانه گذار خدمتتون هستم تا بخش از اتفاقات که یک هفته اخیر افتاده رو به نظر شما برسونم. اقتدار ساکن مثل هفته های گذشته آدرس سامانی گذار رو خدمتتون عرض می‌کنم که آدرسش هست www.gozawar.net. در هفته که گذشت یک دادگاهی رو در مشهد ما شاهد بودیم که در رابطه با یکی از امضا کنندگان بیانیه مسئول 14 نفر بود که اخیراً در دادگاه انقلاب مشهد 13 سال حبس گرفته و بنا بود روز یک شنبه هفته گذشته دادگاه تجدید نظرشون برگزار بشه. به همین دلیل این تعداد کنشگران و یه تعداد از همین افراد که به اصطلاح جزو 14 نفر هستن قرار گذاشتن با هم دیگه که در روز دادگاه مقابل دادگستری مشهد اجتماعی بکنن و اعتراض خودشون نشون بدن. اما خب در حین برگزاری مراسم دادگاه شماری از این افراد بازداشت میشن. کسانی که بازداشت شدن تا این لحظه هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام حسین بنجردی، مرتضی قاسمی، پویه فرجزاده تارانی، فاطمه سپهری و دوران نازمی جزو بازداشت شده هستند. در بین بازداشت شده چند نفر باز جانباز جنگ هم بودن که اونجا خب حضور داشتن، چون میدونید که یه تعدادی از این افرادی که جزو امضا کنندگان هستن جزو جانبازان جنگ هستن و از اون اسامی دقیق اون افراد اطلاعی در دست نیست. این تعداد افرادی که الان بازداشت شدن، خبر رسیده که تعدادشون اطلاعی دقیق ندادیم دقیقاً کیا، ولی گفتن که چند نفرشون دست به اعتصاب قضا زدن. بازداشت یک جانباز دیگه در شهر مشهد رو شاهد بودیم که از جانبازان جنگ ایران و عراق، رضا شرف‌خانی. ایشون هم از جمله کسانیه که به نحوی به بیانیه 14 نفر مربوط میشه و حمایت خودش رو اعلام کرده بود. خانواده این جانباز نگران وضعیت جسمی و رویش هستن به خاطر اینکه اون از مدت‌ها قبل تحت درمان بود و دارو مصرف میکرد. شماری از بازداشت شدگان دست به اعتصاب قضا زدن. همین خبری بود که الان بهتون اطلاع دادم. اونها به زندان وکیل‌آباد منتقل شدن و بعد از اون از زندان مجدداً به اداره اطلاعات انتقال پیدا کردن. خب گزارش شده که تعدادی از این افراد دست به اعتصاب قضا دادن، اما اطلاع دقیقی از این که کدوم نفرات از این چند نفری که بازداشت شدن الان اعتصاب قضا هستن هنوز به دست نرسیده. 14 نویسنده و شاعر از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی در ایران تحت عنوان من نفر 15 هستند حمایت کردند. اونها در بیانیه خودشون مخالفت خود رو با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادهای قوای اون اعلام کردن و خواستار گذار و عبور کامل از جمهوری اسلامی شدن و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی رو برآمده از قوانین استبدادی میدونن و به نحوی امضا کنندگان این بیانیه خواسته‌های خودشون رو مطرح کردن. نام افراد معروف مثل بهرام چوبین، اسماعیل خویی، هادی خرسندی، رضا علامه‌زاده و این افراد جزایی است که به اصطلاح شعره هستند و نامشون های اهمیت. امروز هم 14 فعال کرد و عرب با انتشار بیانیه‌ای به که به همون گروه های 14 نفره پیوستند و خواستار عزل و استعفای رهبری شدند. اینها از فعالان عرب و کرد خارج کشور هستند که با امضای این بیانیه حمایتشون رو از بیانیه تکمیلی 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور اعلام کردند و به نوعی همراستا و همنوای با اونها خواهان کنارگیری رهبر از حکومت اسلامی هستند، انحلال همه نهادها و قوای این نظام رو خواستار شدند و مطالب خودشون رو گذاشتن. در آخر اسامی این 14 نفر به اضافه سمتشون که شماشون فعالان سیاسی هستند، چند نفری فعال حقوق بشر و چند نفری هم زندانی سیاسی سابق هستند. در ترکیه خبر رسید که 14 نفر از پناهجویانی که مقیم ترکیه هستند، اونها هم حمایت خودشون در یک گروه 14 نفره دیگه از امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره در کشور برای گذار از جمهوری اسلامی اعلام کردند. این افراد در بیانیه جمهوری اسلامی رو یک کلیت واحد غیر قابل تغییر می‌دونستن و اعلام کردن که
تنها راه نجات کشور انحلال کامل این نظام هستش. خب از انتخابندگان میتونم به شروعه آذرماسوله، پوریا ابراهیمی، شیما بابایی، دایش زند، مریم شریعت مداری و چند نفر دیگه اشاره بکنم. جزئیات این بیانیه روی سایت گزار قرار گرفته. آقای فرهاد میثمی، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، سال گذشته به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اخیراً در دادگاه تجدید نظر روز شنبه 19 مرداد این 6 ماه حبس تعزیری ایشون عیناً تایید شد. آقای فرهاد میثمی که پزشک هست و فعال مدنی 5 سال بابت اتهام اجتماع و تمامی علیه امنیت ملی گرفته و 1 سال هم بابت تبلیغ علیه نظام و خب 2 سال هم محرومیت از حقوق اجتماعی که در دادگاه تجدید نظر فقط همین 2 سال به 1 سال کاهش پیدا کرده. این حکم به آقای فرهاد میثمی در زندان ابلاغ شده ولی هنوز به دست وکیل نرسیده. یکی از زنانی که در تجمع روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده به نام خانم عاطفه رنگریز که دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی هم هست، از زندان قلعه‌چرخ نامه‌ای رو نوشته و به شرح حال وضعیت این زندان پرداخته. نامه اون تحت عنوان قلعه‌چرخ نام مستعار جهنم هست منتشر شد. آرش صادقی، زندانی سیاسی که در زندان رجای شهر هستش، در وضعیت جسمانی خوبی نیست، وضعیتش به شدت نامناسبه و از طرف دیگه خب اطلاع دارید که به نوعی بیماری سرطان دچار شده، نزدیکان اون به شدت نگران حالش هستن، اما مسئولان زندان رجای شهر مدام به اون وعده میدن که تو رو ماه دیگه به بیمارستان یا مرکز تخصصی اعزام می‌کنیم. قبلا به خانواده‌اش گفتن که تیر ماه تو رو منتقل می‌کنیم، بعد گفتن امکانش نیست در مرداد ماه و الان هم مجددا به نزدیکانش گفتن که در شهریور به بیمارستان اعزام خواهد شد. محمد نجفی، وکیل حقوق بشری محبوس در زندان عراق، امروز یک فایل صوتی رو منتشر کردن و به بیرون از زندان فرستادن که در اون ایشون هم خواستار عزل رهبری شده بود و از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. آقای نجفی در تماس تلفنی خودش به فسادهای سیستماتیک جامعه و نسبت به این مفاسد به شخص رهبری خطاب مطلب خودش رو مورد خطاب قرار داد. آقای نجفی در چند پرونده مجموعاً به 12 سال زندان محکوم شده، اما بلافاصله بعد از این خبر اطلاع رسید که مسئولان زندان عراق محمد نجفی رو به قرنطینه این زندان منتقل کردند و به مجرد اینکه ایشون به قرنطینه منتقل شد در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زد. یعنی آقای نجفی از امروز 26 مرداد ماه اعتصاب قضای خودش رو آغاز کرد. از زندان قلعه‌چرخ یا همون ندامتگاه شهرده که زندانی مربوط زنان زندانی، امروز خبر رسید که حدود 200 تن از زنانی که در بند 5 اندرزگاه 1 ندامتگاه شهرده یا همون زندان قلعه‌چرخ هستند، در اعتراض به وضعیت نامناسب این زندان، کیفیت بسیار بد غذا و قیمت بالای اقلامی که در فروشگاه موجود است، از گرفتن جیره غذایی امروز ظهر خودشون امتناع کردن و گفتن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه طی روزهای آینده خرید از فروشگاه‌های این بند رو تحریم خواهند کرد. آقای جاوید رحمان هم گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دومین گزارش خودش رو منتشر کرده. در این گزارش به استناداتی که داشته در مورد آزادی بیان در ایران پرداخته، از شهروندان بهائی گفته، از نوکیشان مسیحی گفته، از کسانی که به هر دلیل به عنوان ابراز عقیده خودشون تحت ستم قرار میگیرند و سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه مورد انتقاد قرار داده و همینطور از کسانی که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت میشن، کسانی که وکیل هستند، روزنامه‌نگارانی که به دلیل نوشتن مطالب انتقادی خودشون یا حتی فعالان کارگری، از تمام اینها نام برده و در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کرده. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیارم گذاشتی تا بتونم بخشی از اتفاقات یک هفته اخیر به نظر شما برسونم. آدرس سامانه 2001 مرتبه دیگه خدمتتون عرض می‌کنم: www.gozaar.net هستش. روز همه شما بخیر باشه.